سلام دخترم، هنوز نرفته بیرون؟ سلام بابا، چرا؟ حاضر شدم، داشتم میرفتم الان. اگه میشه امشب بمون پیش مادر جون. چرا؟ مگه قرار نبود امشب یکم زودتر بیاین؟ چهارشنبه سوریه ها؟ میدونم، ببخشید. اصلا واسه همینه خیلی شلوغ بیمارستان. من و مامانت مجبور شدیم شیفت اضافه وایسیم. آه، کاش حداقل هنوز که نرفتیم یکم وقت میذاشتی براش، بعدش که میخوای ولش کنی بریم. باز میخوای شروع کنی مانا؟ هزار بار برات توضیح دادم که تنها راهمون همینه. نه بابا، تنها راهمون این نیست. میتونستی یه کاری کنی با خودمون ببریمش، یا حداقل اصلا خودمون نریم. نمیشه مانا، نمیشه دخترم. میدونی که جا به جای مسافرت براش خوب نیست. اگه خیلی به فکری باشه تو ببونی اینجا، ولی فکر این که مادر بزرگ تو با خودمون ببریم یا خودمون نخواهیم بریم و از سرت بیرون کن. بعدش هم تو که موافق بودی، چی شده یه مدت ساز مخالف میزنی؟ چجوری دلت میاد این حرف رو بزنی بابا؟ خودت هم پیر میشی، اون وقت دوست داری من بذارم دم عیدی خونه سالمندان؟ اونم واسه این که میخوام برم خارج؟ در ضمن من اگه اولش قبول کردم فقط به خاطر شما بود، ولی فکر نمی‌کنم بخوای به این بهونه مامان جونو بذاری خونه سالمندان. خونه سالمندان چشه مگه؟ هزار تا دکتر و پرستار شبانه روزی مراقبشن. من چند بار رفتم اونجا رو دیدم، جای خوب و مطمئنیه. شما که دکتری، بچه‌ش هم هستی، می‌خوای بسپریش دست بقیه، می‌خوای بذاریش بری، بعد از بقیه چه توقعی داری؟ چجوری ازشون مطمئنی؟ الو الو مانا، صدات نمیاد دخترم. الو الو. الو، میگم شما که دکتری بچه‌شم هستی، میخوای بسپریش دست بقیه، خب بقیه هم ممکنه به همین سادگی بسپرنش دست خدا، ولش کنن. دخترم بسه دیگه، بهترین موقعیته که برامون پیش اومده، نمیتونم کاری کنم که از دستش بدیم. مانا، من دلم میخواد به خاطر آینده خودت هم که شده با همون بیای. حالا که این حرفا رو میزنی دیگه نمیخوام باهات بجنگم. هنوز چند روز مونده، خودت تصمیم بگیر. میشه تو ترگشی فیارید؟ دیگه باید برم. خدافز. خدافز. سلام دخترم، کی اومدی؟ سلام مادر جون، نرفتم بیرون کنسل شد. آب میخوری؟ نه نوشی جونت. عینکم رو ندیدی؟ عینکتونو؟ بذاری ببینم. بابات نیومد؟ نه، زنگ زد گفت امشب شیفت وای میسم. آخه سنجید ندارم، میخواستم بگم برام بخره بیاره. آخه قربونت برم من مادری، گفتم که براتون گذاشتم گفت. قربونت برم. خدا نکنه. راستی من گشتم عینکتون رو پیدا نکردم، حالا بازم میگردم. قشنگه؟ بله، معلومه که قشنگه. هنرمندی یا مامان جون؟ این یکی عجب صدایی داد. صدای چی بود؟ چهارشنبه سوریه دیگه. چهارشنبه سوریه یا میدون جنگه؟
والا چیزی کم از میدون جنگ نداره، آدم اصلا میترسه بره بیرون. اون موقع چهارشنبه سوری این همه صدا نداشت. اون موقع چجوری بود؟ دور هم جمع میشدیم، آواز میخوندیم، از آتیش میپریدیم، شاد بودیم، بچه ها بازی میکردن، فالگوش وای میستادیم. چی؟ فالگوش وای میستادیم؟ فالگوش دیگه چیه؟ اون موقع رسم بود دختره جوانی که آرزو داشتن خب نیت میکردن، خب میرفتن سر کوچه و خیابون، خب حرفای مردم رو گوش میدادن. چرا این کار میکردن؟ بعد جواب نیتشون رو خب از اولین حرفی که میشنیدن میگرفتن. وا مگه میشه؟ خود منم چند بار رفتم. تو رو خدا میرفتیم فالگوش کنید، حالا جواب میگرفتیم؟ بله که میگرفتیم، خیلی هم خوب بود. واقعا؟ چه عجیب. میگم مادر جون، به نظر تو الان که علم پیشرفت کرده، اگه برم پشت آیفون وایسم بعد حرف مردم کوچه خیابون رو گوش بدم جواب میگیرم؟ خب برو امتحان کن، بلند شو. نه بابا شوخی کرد. نه برو امتحان کن. حالا بعدا امتحان میکنن جن. بابات نیومد؟ نه، زنگ زد گفت امشب شیفت وای میسن. مامانجا قرصاتو خوردی؟ قرص چی؟ قرص شب تو، یه لحظه صف کن بیارم برد. بخورم؟ بله لطفا قرصتون رو بخورید. قشنگ شده؟ خوبه؟ آره مادر جون، خیلی قشنگ شدم. میگم مامان جون خیلی خسته شدی امروز، بیا بریم یکم استراحت کنیم. با این سر و صدا عادت میکنی؟ این صداها از چیه؟ مالی چیه؟ چهارشنبه سوریه. این همه صدا بر مالی چهارشنبه سوریه؟ آره چهارشنبه سوریه. قبلنو که اینطوری نبود. تازگی ها اینطوری شده مادر جون. Thank you.
برم نرم برم نرم برم نرم برم نرم برم نرم برم. مرسی، دست درد نکنه. تو خدا بمونید دیگه، بعد همه با همین. آخه زحمتتون میشه، سامانم خیلی شیطونی میکنه، میترسم اذیت بشی. نه بابا، اتفاقا اینجا بچه ها پیش همه بیشتر بهشون خوش میگذره. ای سامان، همینجا باش، دور نشو. بیا بریم تو. بیا سامان خاله، قربونت برم، بیا بریم تو. سامان بیا بیا عزیزم، خاله دارن قد زحمت میکشه، بمونید، دست در نکن. خواهش میکنم بابا، این چه حرفیه؟ بیا تو. از این